نمودن جبرئیل علیه السلام خود را به مصطفی صلی الله علیه و سلم به صورت خیش و از 700 پر او چون یک پر ظاهر شد افق را بگرفت و آفتاب محجوب شد با همه شعاعش. مصطفی می گفت پیش جبرئیل که چنانک صورت توست ای خلیل، مرمرا بن ما تو محسوس آشکار تا ببینم مر تو را نظاره‌وار. گفت نتوامنی و طاقت نودت، حس ضعیف است و تنک سخت آیدت. گفت بن ما تا ببیند این جسد، تا چه حد حس نازک است و بیمدد. آدمی را هست حس تن سقیم، لیک در باطن یکی خلقی عظیم. بر مثال سنگ و آهن این تنه، لیک هست او در صفت آتش زنه. سنگ و آهن مولد ایجاد نار، ذات آتش بر دو والد قهربار. باز آتش دستکار وصف تن، هست قاهر بر تن او و شعله زن. باز در تن شعله ابراهیم وار، که از او مقهور گردد برج نار. لاجرم گفت آن رسول زوفنون، رمز و نحن الاخرون از سابقون. ظاهر این دو بسندانی زبون، در صفت از کان آهنها فزون. پس به صورت آدمی فرع جهان، و صفت اصل جهان این را بدان. ظاهرش را پشه ای آرد به چرخ، باطنش باشد محیط هفت چرخ. چون که کرد الهاه بن مودندکی، هیبتی که که شود زومن کی. شهپری بگرفت شرق و غرب را، از مهابت گشت بیهوش مصطفی. چون زبیم و ترس بیهوشش بدید، جبرئیل آمد در آغوشش کشید. آن مهابت قسمت بیگانگان، وین تجمش دوستان را رایگان. هست شاهان را زمان برنشست، حول سرهنگان و سارمها به دست. دور باش و نیزه و شمشیرها، که بلرزند از مهابت شیرها. بانگ چاووشان و آن چوگانها، که شود سست از نهیبش جانها. این برای خاص و عام رهگذر، که کندشان از شهنشاهی خبر. از برای عام باشد این شکوه، تا کلاه کبر ننهند آن گروه. تا من و ماهای ایشان بشکند، نفس خودبین فتنه و شر کم کند. شهر از آن آمن شود کان شهریار، دارد اندر قهر زخم و گیر و دار. پس بمیرد آن هوسها در نفوس، هیبت شه مانع آید زان نحوس. باز چون آید به سوی بزم خاص، کی بود آنجا مهابت یا قصاص. حلم در حلم است و رحمتها به جوش، نشنوی از غیر چنگ ایر چنگ و ناخروش. نشنوی از غیر چنگ و ناخروش، تبل و کوس هول باشد وقت جنگ. وقت اشرت با خواص آواز چنگ، هست دیوان محاسب عام را، وان پری رویان حریف جام را. آن زره وان خود مر چالیش راست، آن زره وان خود مر چالیش راست. وین حریر و رود مر تعریش راست. این سخن پایان ندارد ای جواد، ختم کن والله اعلم بر رشاد. اندر احمد آن حسی کو قارب است، خفته این دم زیر خواب که یسرب است. وان عظیم الخلق او کان سفتر است، بی تغییر مقعد صدق اندر است.
جای تغییرات اوصاف تن است، روح باقی آفتابی روشن است، بیز تغییری که لا شرقیتون، بیز تبدیلی که لا غربیتون. آفتاب از ذره کی مدهوش شد، شمع از پروانه کی بیهوش شد. جسم احمد را تعلق بود بدان، این تغییر آن تن باشد بدان. همچون رنجوری و همچون خواب و درد، جان از این اوصاف باشد پاک و فرد. خود نتانم ور بگویم وصف جان، زلزله افتد در این کون و مکان. روبهش گر یک دمی آشفته بود، شیر جان مانا که آن دم خفته بود. خفته بود آن شیر که از خواب است پاک، این شیر نرمسار سهمناک. خفته سازد شیر خود را آنچنان، که تمامش مرده دانن این سگان. ورنه در عالم کرا زهره بودی، که رو بودی از ضعیفی تر بودی. کف احمد زان نظر مخدوش گشت، بهر او از مهر کف پرجوش گشت. مه همه کف است معطی نور پاش، ماه را گر کف نباشد گو مباش. احمد ار بگشاید آن پر جلیل، تا ابد بیهوش ماند جبرئیل. چون گذشت احمد ز سدره و مرصدش، و از مقام جبرئیل و از حدش. گفت او راهین بپران در پیم، گفت او راهین بپران در پیم. گفت رو رو من حریف تو نیم. باز گفت او را بیا ای پرده سوز، من به اوج خود نرفتستم هنوز. گفت بیرون زین حد خوش فر من، گر زنم پری بسوزد پر من. حیرتن در حیرت آمد این قصص، بیهوشی خاصگان اندر اخص. بیهوشی ها جمله اینجا بازی است، چند جان داری که جان پردازی است. جبرئیلا گر شریفی و عزیز، تو نیی پروانه و نه شمع نیز. شمع چون دعوت کند وقت فروز، جان پروانه نپرهیزد ز سوز. این حدیث منقلب را گور کن، شیر را برعکس صید گور کن. بند کن مشک سخن شاشیت را، وا مکن انبان قلماشیت را. آن که بر نگذشت اجزاش از زمین، پیش او معکوس و قلماشی است این. لا تخالفهم حبیبی دارهم، یا غریبا نازلا فی دارهم. اعتما شاؤوا و رام و ورزهم، یا زعینا ساکنا فی ارزهم. تا رسیدن در شه و در ناز خوش، رازیان با مغزی می ساز خیش. موسیا در پیش فرعون زمن، نرم باید گفت قولا لینا. آب اگر در روغن جوشان کنی، دیگدان و دیگ را ویران کنی. نرم گو لیکن مگو غیر سباب، وسوسه مفروش در لین الخطاب. وقت عصر آمد سخن کوتاه کن، ای که عصرت عصر را آگاه کن. گو تو مر گل خاوره را که قند به، نرمی فاسد مکن تینش مده. نطق جان را روزه جانیستی، گرز حرف و صوت مستغنیستی. این سر خر در میان قندزار، ای بسا کس را که بنها دست خار. زن ببرد از دور کان آمن است و بس،
چون قج مغلوب وا می رفت پس صورت حرف آن سر خردان یقین در رز معنی و فردوس برین ای ضیاء الحق حسام الدین درار این سر خر را در آن بطیخ زار تا سر خر چون بمرد از مسلخه نشو دیگر بخشدش آن مطبخه هین ز ما صورتگری و جان ز تو نه غلط هم این خود و هم آن ز تو بر فلک محمودی ای خورشید فاش بر زمین هم تا ابد محمود باش تا زمینی با سمایی بلند یک دل و یک قبله و یک خوش بند تفرقه برخیزد و شرک و دویی وحدت از اندر وجود معنوی چون شناست جان من جان تو را یاد آرن اتحاد ماجرا موسی و هارون شوند اندر زمین مختلط خوش همچو شیر و انگبین چون شناست اندک و منکر شود منکریش پرده ساتر شود پس شناسایی بگردانید رو خشم کرد آن محض ناشکری او زین سبب جان نبی را جان بد ناشناسا گشت و پشت پای زد این همه خواندی فرو خوان لم یکن تا بدانی لج این گبر کهن پیش از آن که نقش احمد فر نمود نعت او هر گبر را تعویز بود که این چون این کس هست تا آبیت پدید از خیال روش دلشان می تپید سجده می کردند که رب بشر در عیان آریش هرچه زودتر تا به نام احمد از یستفتهون یاغیانشان می شدندی سرنگون هر کجا حرب محولی آمدی قوسشان کراری احمد بودی هر کجا بیماری مزمن بودی یاد اوشان داروی شافی شدی نقش او می گشت اندر راهشان در دل و در گوش و در افواهشان نقش او را کی بیابد هر شعال بلکه فرع نقش او یعنی خیال نقش او بر روی دیوار ارفتت از دل دیوار خون دل چکد آنچنان فرخ بود نقشش برو که رهد در حال دیوار از درو گشته با یک رویی اهل صفا آن درویی عیب مر دیوار را این همه تعظیم و تفخیم و وداد چون بدیدندش به صورت برد باد قلب آبتش دید و در دم شد سیاه قلب را در قلب کی بود از راه قلب می زد لاف اشواق محک تا مریدان را در اندازد به شک افتدن در دام مکرش ناکسی این گمان سر برزند از هر خسی کین اگر نه نقد پاکیزه بودی کی به سنگ امتحان راغب شدی او محک می خواهد اما آنچنان که نگردد قلبی او زان عیان آن محک که او نهان دارد صفت نی محک باشد نه نور معرفت آینه کو عیب رو دارد نهان از برای خاطر هر قلتبان آینه نبود منافق باشد او این چنین آینه تا توانی مجو